بعد از اتفاقایی که برای گلکسی نوت افتاد، پرچمدار سری S حکم مرگ و زندگی رو برای سامسونگ ایفا میکنه. کره‌ای‌ها همه تلاش خودشون رو کردن تا این بار محصول بی‌نقصی رو تولید کنن. با بررسی گلکسی S8 همراه باشین تا ببینیم سامسونگ چقدر توی این راه موفق بوده. این سومین سال متوالیه که سامسونگ از ترکیب شیشه و فلز تو کهکشانیش استفاده میکنه، اما این بار حاشیه‌های بالا و پایین نمایشگر باریک‌تر شدن، دکمه فیزیکی هم حذف شده، سنسور اثر انگشت به پشت گوشی منتقل شده و مهمتر از همه این که نسبت تصویر نامتعارف 18:9 جایگزین 16:9 شده. این تغییرات باعث شدن تا ابعاد کلی گوشی کوچیک‌تر بشه، به طوری که وقتی برای اولین بار S8 رو تو دستم گرفتم باورم نشد که با یک گوشی 5.8 اینچی روبرو هستم. بدنه شیشه این گوشی به شکل بهتری تو دل فریم فلزی جا گرفته تا جلوه زیباتری هم پیدا کنه. با وجود اینکه نسبت تصویر جدید نمایشگر باعث شده تا عرض گوشی کم بشه و بهتر تو دست جا بگیره، اما افزایش طول دستگاه لمس لبه بالای گوشی با یه دست رو سخت میکنه. در این حالت مجبور میشین مدام حالت کار کردن با یک دست رو فعال کنین. گلکسی S8 علاوه بر سنسور اثر انگشت، دو روش دیگر رو برای باز کردن قفل گوشی در اختیار کاربر قرار میده. با این گوشی میشه از طریق اسکن عنبیه چشم یا اسکن چهره قفل گوشی رو باز کرد. تو روش اسکن عنبیه باید اول گوشی رو روشن کنین و یک بار صفحه رو سوایپ کنین تا چشما اسکن بشن، اما تو روش اسکن چهره کافیه صفحه رو روشن کرده و گوشی رو مقابل صورتتون بگیرید. خوشبختانه تو هر دو تا حالت اسکن چشم یا چهره خیلی سریع انجام میشه، اما فرایند باز شدن قفل گوشی تو هر دو حالت کندتر از اسکن اثر انگشت. نمایشگر همیشه یکی از نقاط قوت پرچمدارهای سامسونگ بوده و این موضوع در مورد نمایشگر سوپر امولد گلکسی S8 هم صدق میکنه. این نمایشگر رزولوشن کواد HD پلاس داره و کیفیتش هم از هر نظر عالیه. حاشیه‌های فوق‌العاده باریک این نمایشگر در کنار انحنای لبه‌هاش تجربه لذت بخشی رو از وبگردی یا تماشای ویدیو ارائه می‌کنه. استفاده از نسبت تصویر 18:9 مزایا و معایب خودش رو داره. بلند بودن نمایشگر فضای بیشتری رو برای اجرای همزمان اپلیکیشن‌ها در اختیارتون می‌ذاره. اما از اونجایی که محتوای ویدیویی با این نسبت تصویر خیلی کمه، حین تماشای فیلم همیشه دوتا نوار مشکی کنارهای نمایشگر ظاهر میشه. البته سامسونگ امکان کراپ تصویر برای تماشای تمام صفحه رو به اپلیکیشن پخش ویدیوی خودش اضافه کرد. S8 یه پردازنده اکسینوس 8895 به همراه 4 گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه داره. این سخت افزار قدرت پردازشی فوق‌العاده‌ای رو فراهم می‌کنه، به طوری که من توی استفاده چند روزه خودم از گلکسی S8 کوچکترین کندی یا لگی رو تجربه نکردم و همه چیز فوق‌العاده نرم و روون اجرا می‌شد و این گوشی به راحتی از پس اجرای سنگین‌ترین بازی‌ها هم برمی‌آمد. با اینکه ابعاد گلکسی S8 بزرگتر از نسل قبلشه، اما ظرفیت باتری همون 3000 میلی آمپر ساعت باقی مونده. البته پردازنده بهینه‌تر باعث شده تا طول عمر باتری S8 تقریباً با S7 یکسان باشه. S8 میتونه 12 ساعت ویدیو پخش کنه یا یه روز کاری رو دووم بیاره. انتظار داشتیم S8 با وجود ابعاد بزرگتر باتری قوی‌تر و دووم بیشتری داشته باشه. پرچمدار امسال سامسونگ به جدیدترین نسخه اندروید به همراه رابط کاربری سامسونگ اکسپریانس مجهز شده. مهمترین قابلیت نرم افزاری که به S8 اضافه شده دستیار صوتی بیکسپیه. این ویژگی اونقدر به نظر سامسونگ مهم بوده که یه دکمه فیزیکی رو هم برای فعال کردنش تو لبه گوشی در نظر گرفت. بیکسپی قرار تعامل با گوشی رو ساده تر کنه. با بیکسپی میشه از طریق عکس گرفته شده از یک شیء اطلاعات مربوط بهش رو به دست آورد یا از طریق دستورات صوتی کارهای مختلفی رو انجام داد. اما متاسفانه خیلی از این قابلیت‌ها فعلا برای کاربرهای ایرانی در دسترس نیست و بیکسپی صرفا اطلاعاتی مثل وضعیت آب و هوا و یادآوری‌ها رو ارائه می‌کنه. S8 یه ماژول دوربین 12 مگاپیکسلی جدید به همراه لرزشگیر آپتیکال داره، اما کیفیت عکاسی با دوربین این گوشی نسبت به S7 تفاوت محسوسی نکرد. با این حال S8 مثل نسل قبلش توی شرایط مختلف عکس‌های قابل قبولی میگیره و عملکردش تو محیط‌های کم نور هم بهتر شد. خوشبختانه دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی این گوشی عملکرد خیلی بهتری نسبت به نسل قبلش داره و تو اکثر مواقع تصاویر پویا و با جزئیات بالایی رو ثبت می‌کنه.
سامسونگ سعی کرده تا با گلکسی اس 8 گوشی بی‌نقصی رو وارد بازار بکنه و تو بیشتر بخش‌ها هم به این هدف رسیده. نمایشگر بدون حاشیه زیبایی خاصی به این گوشی داده. دوربینش عکس‌های خیلی خوبی می‌گیره و پردازندش اجرای سریع همه اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها رو تضمین می‌کنه. با این حال اس 8 بی ایراد نیست. محل اسکنر اثر انگشت خوب انتخاب نشده و به اشتباه انگشت روی سنسور دوربین قرار می‌گیره و ظرفیت باتری هم کمتر از انتظاره. گلکسی اس 8 یه گوشی زیبا و جذابه که میتونه نظر مشکل پسندترین افراد رو هم به خودش جلب کنه.